حکمتیار در دیدار با هوادارانش در روزهای عید فطر گفت طالبان آسمان افغانستان را در برابر دریافت بسته های دلار به آمریکا واگذار کرده است. پس از اخراج گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از اقامتگاهش در دارالامان کابل، رژیم طالبان محدودیت های بیشتر در مورد او وضع کرده که ممنوعیت سخنرانی، حضور در تجمع سیاسی و دیدارهای گروهی با هواداران حزب اسلامی از جمله آنها است. یک عضو پیشین حزب اسلامی با شرط محفوظ ماندن نامش به اندپندنت فارسی گفت که برخی مقامهای طالبان از اظهارات اخیر حکمتیار که در روزهای عید فطر و در جریان دیدار با هواداران حزب اسلامی مطرح شد ناراحت شدند. حبیب رحمان حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار، در متنی که در شبکه‌های اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشت که قریش کافر حضرت محمد را که خدایان قریش را انکار می‌کرد سالیان زیاد تحمل کرد، اما طالبان حتی یک مسلمان افغان را هم نمی‌تواند تحمل کند. حبیب رحمان حکمتیار که در بیرون از افغانستان زندگی می‌کند بدون اشاره به پدرش علاوه کرد که طالبان حتی او را در حد مشورت هم به حساب نمی‌آورند. فرزند حکمتیار افزود که طالبان خود را مقدس می دانند و تقدس خود را مقدم تر از کلام الهی نیز می شمارند. هرچند گلبدین حکمتیار در کنار انتقادهایش از رژیم طالبان بارها حمایت خود را از طالبان اعلام کرده است، اما از سخنان فرزند او چنین بر می آید که دیگر نیاز به اظهار نظرها و سخنرانیها وجود ندارد. فرزند حکمتیار همچنین گفت حتی وایکینگ ها با مراتب بهتر از این طالبان رفتار میکردند. کافی است از اینها حمایت کنید و یکی از اعضای این صف باشید تا درک کنید که توهین به مقدسات دین و شرک آشکار نیز باعث عکس العمل اینها در مقابل شما نخواهد شد. پس دیده می شود که اگر حکمتیار و پسرش خیلی هم در این مورد حرف بزنند، شاید حکمتیار به همین زودی راهی زندان شود. شما نظریاتتان را با ما شریک بسازید. سپاس.